درود و سلام خدمت شما عزیزان بیننده، عزیزانی که برنامه همگام با مسیح را تا به اینجا دنبال کردید. خیلی خوشحالم که با برادر بسیار عزیزم جناب کشیش شهریار میتونم در خدمت شما عزیزان باشم. خدا رو شکر. ممنون. منم سلام میگم به دوستان عزیز بیننده و خدا رو شکر میکنم برای فرصتی که داده شده کنار شما مجددا بتونیم دوستان عزیزمون از راه دور خدمت بکنیم. بله، در فصل چهارم این دروس هستیم، شخص مسیحی و دعا. برادر شهریار، آیه حفظی این برنامه، بله آیه حفظی برنامه ما یافت میشه در رساله اول یوحنا باب 5 آیات 14 و 15. اول یوحنا فصل 5 آیات 14 و 15 و 15 آیه حفظی برنامه است. خواهش میکنیم که این برنامه رو دنبال کنید تا چند لحظه دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم. بله دوستان بیننده، دوستان عزیز بیننده، در رابطه با اصل دوم رشد اساسی در مسیحی، در مسیحیت، در اون رشد ایمانی خودمون، در رابطه با دعا در این فصل با هم دیگه مباحثی رو با هم دیگه دنبال میکنیم. فصل چهارم دروسی رو که با هم دیگه گذروندیم در قبل عناوینی رو داره که با هم دیگه یک بار دیگه دوره میکنیم با هم. مقصود و هدف دعا، مخاطب ما در دعا کیست، راهنمایی برای داشتن دعای مؤثر روزانه، اینکه چگونه با قدرت دعا کنیم، وعده های خدا در مورد دعا و برنامه ریزی اوقات عبادت روزانه، مطالبی بود که از قبل و توی این فصل با هم دیگه قبلا با هم دیگه در میون گذاشتیم و در موردش تعمق و تفکر کردیم. و در بخش مرور میخواییم که به دو تا از نکات اساسی اون بپردازیم. خواهش میکنم که در بخش بعدی ما رو همراهی کنیم. پس دعا که قسمتی از زندگی مسیحی ماست و یکی از اصول اساسی رشد روحانی ماست، از برادر شهریار میخواییم که برای ما توضیح بدن. خواهش میکنم. بله، با کمال میل. همونطور که شما فرمودین، دعا یکی از مهمترین قسمتهای زندگی ماست. اگه کلام خدا رو ما به عنوان نان روحانی قبول میکنیم و میپذیریم، دعا میتونیم تشبیه کنیم به اکسیژن روحانی ما. واقعا ایمانداری که در دعا ضعیفه نمیتونه زیاد پیش بره، به عمق‌های خدا بره. دعا یک امتیازه که به ما داده شده، به من، به شما و دوستان عزیزم که این برنامه رو دارن نگاه میکنن. این امتیازیه به ما داده شده که بتونیم با خدا در ارتباط باشیم. فقط حرف زدن نیست. به طور ساده من شنیدم تعریفی هست، میگن به شکل ساده دعا کردن حرف زدن با خداست. ولی اگه بهش دقت بکنیم میبینیم خیلی عمیق‌تر از این حرف زدنه. و منم با شما حرف میزنم، ولی با هم دوست هستیم، مشارکت داریم، درک میکنیم همدیگر رو، میشناسیم همدیگر رو. منظور از دعا فقط یه حرف زدن خالی با خدا نیست، مشارکت و دوستی با خداست، دانستن اسرار قلب خداست و خدا اسرار قلبش رو بر دوستان خودش منکشف میکنه. به ابراهیم خدا اسرار قلبش رو میگه و میگه آیا من کاری بکنم به دوست خودم ابراهیم نگم؟ و میبینیم که کلام خدا قسمت‌های جالبی داره و مردان خدا چقدر با دعا تونستن حتی تاریخ جنگ‌ها و مرزهای کشورها رو جابجا بکنن و جنگ‌ها رو تاریخ‌هاش رو عوض بکنن. شنیده بودم چند وقت پیش که شخص مرد خدایی در جنگ جهانی دوم بمباران لندن رو ماه‌ها عقب انداخت با دعاهایی که میکرد و دائم این نقشه هی عقب میافتاد، میرفتن جاهای دیگر رو میگرفتن و انگلیس میموند کنارتر. وقتی از دکتر بیلی گراهام، واعظ معروف قرن 21 و مبشر بسیار زبردستی هست، ایشون ازشون پرسیدن که دکتر گراهام، اگه شما مجددا به دنیا بیاین
چه تغییری تو زندگیتون میدید؟ ایشون در دو کلمه فقط گفت من بیشتر دعا میکنم. با دعا زندگی ها عوض میشه. دعا در درجه اول یه دستوره، دل بخواهی نیست. هر وقت که خوشحالم، هر وقت که غمگینم، هر وقت که خب من که احتیاج ندارم چرا دعا بکنم؟ نه، کلام خدا خیلی واضح به ما میگه همیشه دعا کنید. اول تسالونیکان 5:17 به ما میگه دعا بکنید، همیشه باید در دعا باشید. دعا فقط موقع طلبیدن نیست، فقط موقع خواستن های ما نیست. در اول در انجیل یوحنا میخوام از باب 14 دو تا آیه براتون بخونم. یک آیه: و هر چیزی را به اسم من سوال کنید به جا خواهم آورد تا پدر در پسر جلال یابد. اون چیزی که از من سوال میکنید من بهتون میدم تا چه اتفاقی بیفته؟ پدر در پسر جلال پیدا کنه. دعای ما جلال عیسی مسیح رو به همراه داره و دلیلی که خیلی از دعاهای من و شما دوستان عزیز جواب داده نمیشه همینه، چون جلال پدر توش نیست، جلال عیسی مسیح توش نیست، جلال خودمونه. خیلی وقتا چیزایی میخوایم به خاطر غرور و تکبر خودمون، به خاطر اینکه اسم ما بزرگ کرده بشه، واسه همینم خدا به اونها جواب نمیده. ولی دعای حقیقی باعث جلال نام پدر هست. من یک نکته دیگه فقط میخوام اشاره بکنم. در کتاب اعمال رسولان باب 4 قسمت طولانی هست که رسولان رو گرفتن، تهدید کردن و اینها جمع میشن دور هم و ببینیم چطور دعا میکنن. از آیه 23 میگه: و چون رهایی یافتن نزد رفقای خود رفتن، ایشان را از آنچه رؤسای کهنه و مشایخ بدیشان گفته بودند مطلع ساختند. چون این را شنیدن آواز خود را به یک دل به خدا بلند کردند. شروع میکنن پرستش خدا که این اتفاقات افتاده، پیشگوییش هست، خداوند از قبل تو گفتی، الان به ما قوت بده که بایستیم برای تو و بتونیم در نام تو شهادت بدیم. آیه 31 جالبه: و چون ایشان دعا کرده بودند، مکانی که در آن جمع بودند به حرکت آمد و همه به روح القدس پر شدند، کلام خدا را به دلیری می گفتند و جمله مؤمنین را یک دل و یک جان بود، به حدی که هیچ کس چیز از اموال خود را از آن خود نمی دانست، بلکه همه چیز را مشترک می داشت. دعا دلها رو به هم نزدیک می کنه. اگر یه کشیشی ما داشتی می گفت با کسی که من دعا نمی کنم نمی تونم کار بکنم، اگه من با تو دعا نداشته باشم نمی تونیم با هم خدا را خدمت بکنیم. دعا دلها رو به هم نزدیک میکنه. و نکات دیگه هم هست، نمیدونم وقت ما اجازه میده من وارد نکات میکنم. دیگه هم بشم یا نه؟ خواهش میکنم. در انجیل متی باب 9 یه قسمت دیگه هست که میخوام براتون بخونم و با این دیگه تموم خواهم کرد، قول میدم. در انجیل متی باب 9 چیز دیگه میبینیم. پس دعا دستوره، دعا دل بخواهی نیست، دعا در نام عیسی مسیح که جواب داده میشه. انجیل متی باب 9 آیه 37 رو میخوام برای شما بخونم. انجیل متی باب 9 آیه 37: و چون عیسی از آن مکان میرفت، دو کور فریاد کنان در عقب او افتاده گفتند. این آیه ببخشید 27 من عینکم رو باید ظاهرا عوض کنم. آنگاه به شاگردان خود گفت: حساد فراوان است لیکن عمله کم، پس از صاحب حساد استدعا نمایید تا عمله در حساد خود بفرستد. دعایی که ما میکنیم دست خدا رو به حرکت در میاره، افراد رو انتخاب میکنه، میگه دعا کنید. انقدر مزرعه زیاد، حساد زیاده، ولی احتیاج هست که خادمین پرورده بشن. افرادی باید باشن که بتونن برن این حساد رو بچینن، این حساد رو درو بکنن، بتونن برن بشارت بدن، خدمت بکنن. برای این دعا کنید تا خدا این افراد رو برخیزونه. دعای ما دست خدا رو به حرکت در میاره و همیشه دیدیم، در زندگی روزمرمون دیدیم، همین روزهای اخیر دیدیم و هر روز میبینیم و خواهیم دید که وقتی دعا میکنیم خدا عمل میکنه. وقتی ما کار میکنیم خودمون عمل میکنیم، ولی وقتی که دعا میکنیم خدا عمل میکنه. من بیشتر از این نمیخوام وقت عزیزان رو بگیرم، بقیه موضوع رو میسپرم دست شما. ما استفاده میکنیم. یک نکته دیگه که در دعا خیلی مؤثر اینه که ما بگیم، یعنی فکر نکنیم که خب خدا که همه چیز رو میدونه. بله، باید دعا کرد، دستوره اینه که باید دعا بکنیم. کلام خدا میگه همیشه باید دعا بود برای همه چیز، برای هر قسمتی از زندگیمون. کامل. توی باغ جسیمانی مسیح به شاگردان خودش توصیه میکنه، میگه که بیدار باشید و دعا کنید تا در آزمایش نیفتید. یعنی این نکته که خیلی مهمه توی
دعا کردن اون انگیزه ماست، که ما چه انگیزه ای رو در دعا به حضور خدا میبریم. بله. چه نیتی، نیت باطنی ما چی هست. من میخوام یک چند آیه توی وقت کوتاهی که داریم برای عزیزان بیننده بخونم از کتاب یعقوب، رساله یعقوب فصل چهارم، از آیت یک به بعد میخونم برای عزیزان، یک تا سه. میفرماید که از کجا در میان شما جنگ ها و از کجا نزاع ها پدید میآید؟ آیا نه از لذت های شما که در اعضای شما جنگ میکند؟ طمع میورزید و ندارید، میکشید و حسد مینمایید و نمیتوانید به چنگ آرید، و جنگ و جدال میکنید و ندارید، از این جهت که سوال نمیکنید و سوال میکنید و نمییابید، از این رو که به نیت بد سوال میکنید تا در لذات خود صرف نمایید. خیلی این آیات جالبه، به لحاظ این که اول داره میگه که شما ندارید چون سوال نمیکنید، دعا نمیکنید، از خدا درخواست نمیکنید. حالا میگه درخواست هم میکنید قسمت بعدی، ولی بازم ندارید، دست نمیارید. چرا؟ چون میگه به نیت بد سوال میکنید، میگه تا در لذات خودتون صرف نمایید، نفع خودتون رو طالب هستید. برای دل خودتون، همون که عرض کردم، میگه جلال خودتون رو میخواید. میخواید که با اون چیزی که از خدا میگیرید یا اون خواسته ای رو که دارید به دست میارید، بتونید که خودتون لذت ببرید ازش. لذت خودتون در اولویته، نه لذت خدا. و اینکه خب گاهی وقتا ممکنه بخوایم چیزی رو داشته باشیم برای اینکه حال دیگران رو بگیریم، یا به دیگران میگن به اصطلاح پوز بدیم. چی میگن؟ پوز بدیم، پوزش رو بدیم. و میگه این نیت، نیت قشنگی نیست. وقتی دعا میکنیم، مثلا برادری بود برای ماشین دعا میکنیم، گفت خداوند ماشین به من بده، من برم به بشارتم برسم، به کارا برسم. ولی یکی دیگه بود برای بنز سفید دعا میکرد، اونم برای ماشین بود، ولی میخواست حتما بنز باشه و میخواست حتما سفید باشه. و طبیعتا خدا تو این جزئیات نمیره و ما سفارش نمیتونیم به خدا بدیم که اینو به من بده. چرا؟ چون من دلم میخواد. سفارش ها رو خدا خودش میده و برای جلال نام خودش، همونطور که شما فرمودید. خیلی تفاوت هست بین هدف و آرزو. به هر حال میخوایم که به استودیو بریم، دوستانمون برنامه‌ای رو آماده کردن، وقتمون تمومه، برنامه رو میبینیم و باز برمیگردیم همینجا در خدمت شما عزیزان هستیم تا دقایق دیگر. بله دوستان عزیز، در رابطه با دعا باز هم از برادر عزیزمون شهریار میشنویم. بله خواهش میکنم. وقتی که ما دعا میکنیم بر طبق کلام خدا، انتظاری گاهی وقتا از خدا داریم که به جا نیست. ما کلام خدا رو میخونیم و میبینیم اینطور افراد دعا کردن و خداوند گفته این کار این کار رو میکنم، این طور هست، اون طور هست، در نام من هرچی دعا کنین بهتون خواهم داد. تا حالا هیچ چیز، عیسی مسیح میگه تا حالا هیچ چیز به اسم من نطلبید، بطلبید که خواهید یافت، شادی شما کامل میشه. و وقتی اینا رو میخونیم، فقط یه قسمت قضیه رو گاهی وقتا میبینیم و میبینیم که خب اینجا من هرچی بخوام خدا میده، خودش گفته اینجا هرچی بخوای من بهتون میدم. فقط یه اسم در نام مسیح میذاریم آخر هر خواسته درست و نادرست خودمون، و بعدم انتظار داریم که انجام بشه، و بعد میبینیم که نشد، خدا جواب نداد، و بعد یا در ایمانمون ضعیف میشیم یا خدا میره علامت زیر علامت سوال. ولی وقتی واقعا دقیق نگاه کنیم، میبینیم رابطه‌ای که انسان و خدا به عنوان پدر و فرزندانش، اون رابطه‌ای که ما با هم دیگه داریم، یک رابطه همکاریه. خداوند گفته که شما همکاران من هستید. اون ما رو به دعوت کرده به یک همکاری. به این معنی که هر اتفاقی که قرار تو زندگی من بیفته، یه سهمی خدا داره، یه سهمی من دارم. خدا سهم منو انجام نمیده. سهم خودش رو 100% انجام میده. و منم نمیتونم سهم خدا رو انجام بدم. بعد این میون وقتی که به یه بنبستی میرسیم، فریادمون به خدا میره بالا که خداوند داد تو کارت انجام ندی، تو اینجا گفته بودی انجام ندادی. و خداوند میگه فرزندم من 100% همه کارامو انجام دادم، مشکل از خودته، چون تو اون شرایطی که باید داشته باشی اینجا رو انجام ندادی.
من یادمه با عزیزی صحبت میکردم، مشکلاتی بود با هم دیگه صحبت میکردیم تو جلسه خانگی که داشتیم و من گفتم آره این طور شد، دعا کردیم و خداوند این طور تا حالا جواب داده، بعد از این هم جواب میده. و ایشون گفت که والا باز خوب شما وقتی تو مشکلات هستین یادتون میاد دعا کنید. ما مسلمه که دعا میکنیم، ما در همه حال دعا میکنیم و میدونیم نه بعد فراموش کنیم. اینجا میخوام آیه براتون بخونم از کتاب ارمیا نبی باب 23 آیه 3. ارمیا 33 اینطور میگه: مرا بخوان و تو را اجابت خواهم نمود و تو را از چیزهای عظیم و مخفی که آنها را ندانسته ای مخبر خواهم ساخت. مرا بخوان. دائم ما میگیم خداوند آینده من چی میشه، خداوند فردای من چی میشه، اینطور اونطور، که بابا بخوان، دعا کن، بیا در حضور من، بیا روی منو طالب باش، بیا وقت بگذرون با من. با راه رفتن، سر کار رفتن اون کافی نیست. هر وقت کردیم ما نمیتونیم به حضور خدا بریم. در موقع رانندگی میگیم اوکی، ما تو رانندگی از اینجا تا اونجا میرم من دعامو میکنم، یا تو مترو که وایسادم اونجا کتاب مقدسمو میخونم. این یه مقداری والا من فکر میکنم بی احترامیه به خدا. باید وقت خاصی رو کنار گذاشت، باید در رو بست، رفت در حضور خدا، مون زانو زد، خداوندا من تو رو میخونم، به من جواب بده. واقعا این اون رابطه دوستی، فکرشو بکنید، من با شما هیچ وقت نذارم با هم صحبت نکنیم هیچی، فقط هم تلفنی با شما صحبت کنم، اونم با موبایل موقع رانندگی که اصلا جرمم هست، ممکنه تصادف کنم و جریمه بشم. ولی خداوند میخواد ما وقت خاصی رو براش بذاریم. آیه بعدی رو به شما میسپارم رضا جان. خواهش میکنم. آیه بعدی در متی فصل 21 آیه 22 هست. میفرماید: عیسی در جواب گفت: نمیدانید چه میخواهید؟ آیا میتوانید از آن کاسه‌ای که من مینوشم بنوشید و تعمیدی را که من مییابم بیابید؟ بدو گفتند: میتوانیم. فقط آیه 22 رو گفته اینجا. متی 21:22. بله. نه این آیه فاز از مخم 20 بود، باب 20 اومد. بله، ظاهرا هر هفته ما دوچار عینک زدگی شدیم، بعد عینک اون عوض کنیم. بله. بله، مال سن و سال. فرماید: و هر آن چه با ایمان به دعا طلب کنید خواهید یافت. من رفتم باب قبلی. خب. بله. 21:22. کافیست شاگرد را مانند استاد خود شود. من شدم دیگه. بفرمایید. و هر آن چه با ایمان به دعا طلب کنید خواهید یافت. این هم در رابطه با وعده ایه که خدا داره در رابطه با دعا میده، که ما وقتی دعا میکنیم شک نداریم حالا چی میشه، چه اتفاقی بعدش میفته، حالا ممکنه بشه ممکنه نشه. میگه بدونید با ایمان این رو خواهید یافت. وقتی که دعا میکنید بعد ایمان داشته باشید که خدا این رو بهتون میده به شما. و حتی میگه اون جوری دعا کنید که انگار جوابشو گرفتید، یعنی پیش شکرگزاری کنید برای اتفاقی که هنوز نیفتاده ولی شما مطمئنید که خواهد افتاد. به این معنی که مثلا بنده الان باید برای حقوق ماه آیندم خدا رو شکر کنم که رسیده، هرچند نرسیده، ممکنم نرسه، ولی که من باید دعا بکنم با ایمان که مرسی خداوندا که در ماه آینده هم حقوق بنده خواهد اومد، از گرسنگی کنار خیابون نمیمونم. البته فرزندان خدا کارشون به اینجا نخواهد کشید. خداوند ما پرجلاله و خدمتش هم پرجلاله. از بعدی... اول یوحنا میخوام براتون بخونم باب 5 آیه 14-15 که در برنامه های گذشتم خیلی ما بهش اشاره کردیم. و این است آن دلیری که نزد وی داریم که هرچه بر حسب اراده او سوال نماییم ما را میشنود، و اگر دانیم که هرچه سوال کنیم ما را میشنود، پس میدانیم که آنچه از او درخواست کنیم مییابیم. بر حسب اراده او، قسمتی که شما فرمودین میگه با ایمان، اگر با ایمان دعا بکنید خواهید یافت. این به تنهایی کافی نیست، باید با ایمان باشه و در اراده خدا باشه و در نام عیسی مسیح باشه. تمام اینها با همه. کس که فقط سالاد بخوره انتظار نداشته باشه خوب رشد بکنه، باید پروتئین هم بخوره، باید اون کباب هم باشه که بنده خیلی دوست دارم، باید سیب زمینی هم کنارش باشه. یعنی واقعا رشد ما یک مجموعه ایه، در یک مجموعه. نمیشه من فقط کتاب مقدس بخونم دعا نکنم، یا حالا که صحبت دعا رو داریم فقط دعا بکنم کتاب مقدس نخونم، مشارکت نداشت به یک چیز اگه بچسبیم ما رشد خوبی نخواهیم داشت. تمام اینها باید با هم باشه. دعا بکنیم با انگیزه درست، باید دعا بکنیم در نام عیسی مسیح، دعا بکنیم بر حسب اراده خدا باشه. و یه قسمت دیگه هم هست مال شماست. بله.
این قسمت که بنده گفتم اونو یوحنا 14:14 من دوباره سعی میکنم که با این چشمای خودم درست ببینم. یوحنا 14:14 میفرماید که اگر چیزی به اسم من طلب کنید من آن را به جا خواهم آورد. یعنی که همینه، نمیگه انشاءالله شاید به امید ایکس و ایگرگ، بلکه میگه که من اون رو به جا خواهم آورد. کی داره میگه اینو؟ خدا میگه، میگه اگر وعده اینه که من به جا میارم، شرطی داره، میگه در نام من. و عزیزان فقط گاهی وقتا یه جا رو میخونم که در نام مسیح خودش گفته، آقا یوحنا 14:14 اگه چیزی در اسم من بطلبید خواهیم یافت. یه نونمون تو روغنه، همه چی رو میریم در نام مسیح میطلبیم بهمون میده. نه، باید تحت اراده خدا هم باشه، باید با ایمان هم باشه، باید خیلی شرایط دیگه هم واقعا داشته باشه تا ما بتونیم جواب دعاهای خودمون رو بگیریم. مثل خانمی که با چیز با در نام مسیح رانندگی میکرد، آمپول میزد، نمیدونم بدون گواهی نامه رانندگی میکرد، به همین واقعا میگه قوم من از عدم معرفت هلاک شدن، تمامش رو نمیدونن. مشکل اینه که گاهی وقتا ما فقط یه صفحه، دو صفحه یا یه باب و یه کتاب رو میدونیم. نه، تمام کلام خدا همینطور. و مال طفل بودنه، مال بچه بودنه. دو تا چیز رو میدونیم و فکر میکنیم همه رو میدونیم. در این حال دعا یک گفتمانه. در این حال که ما داریم دعا میکنیم باید بدونیم که این رابطه دو طرفه است. در دعا ما یک چیزهایی رو درخواست میکنیم، ولی باید بدونیم که خدا هم متقابلا از ما چیزهایی رو میخواد و این یک رابطه دو طرف است. عموما اغلب مردم این کار رو میکنن که دعا رو یک طرفش میکنن و میگن که ما میخوام اینو بده، اونو بده، اینو بده، چرا این کار کردی؟ من اینو میخوام، الان میخوام از این وضعیت بیام بیرون، ولی خواسته های خدا رو بهش احترام نمیگذارن و از اون استانداردهایی که خدا براشون در نظر داره و میخواد ازشون، از اونها اومدن پایین و فقط خواسته های خودشون رو میبینن. این رابطه یک طرفه است، یک فلاشیه که به یک سمت رفته، رابطه دو طرفه نیست، رفت آمد نیست، گفتمان نیست. خدا در کلامش به ما چیزایی رو گفته، از ما چیزایی رو خواسته، ما بعد از اون اطاعت کنیم. بله. اون شما نکته جالبی رو اشاره کردین که اراده خدا، به حسب اراده خدا. ما اراده خدا رو از کجا میفهمیم؟ کلامش. وقتی که کلام خدا رو خوب میخونیم، ازش اطاعت میکنیم، اون موقع هست که خدا میشنوه، اون موقع گوشای خدا هم به دعای ما هست. خیلی وقتا ما برای مسائل زندگیمون اراده خدا رو دنبال میکنیم و میبینیم سکوته و بعدم ناراحت میشیم، ولی اون چیزی که نوشته شده اراده خدا هست، آیا تا حالا انجام دادی که حالا از من میپرسی برای چیزایی که خیلی مهمتره در زندگیت یا چیز خاصی در کتاب مقدس نوشته نشده؟ ما اول اونی که هست رو باید اطاعت بکنیم و بعد چیزای دیگر خدا به ما خواهد داد. خدا بی‌انصاف نیست. همینطور. به هر حال وقت ما رو به اتمام در این بخش، تا بخش بعدی عزیزان بیننده قلم کاغذتون آماده کنین. در این درس قسمت کاربرد برای ما سوالاتی رو داره که با هم دیگه بررسی خواهیم کرد. تا چند لحظه دیگه. بله دوستان عزیز، در رابطه با کاربرد در زندگی دعایی شخص مسیحی سوالاتی رو این درس از ما کرده که من سوالات رو برای شما میخونم. میفرماید که شما برای چه منظور و هدفی دعا میکنید؟ هدف شما در دعا کردن یا برای دعا کردن چیه؟ نقش دعا در زندگی روحانی شما چیه؟ دعا کردن چه نقشی توی زندگی روحانی شما داره؟ وعده های خدا چه نقشی در دعاهای روزانه شما داره؟ وقتی که شما دارید دعا میکنید، با یادآوری وعده های خدا، این دعای روزانه شما چه تأثیری درش میگذاره وقتی که وعده های خدا رو به یاد میارید؟ از برادرم شهریار میخوایم سوال کنیم که ببینیم در فصل بعدی یا فصل پنجم در رابطه با چه موضوعی باید ما صحبت کنیم و بله همونطور که عزیزان بیننده ما میدونن، ما داریم دروس قبلی رو که ماها پیش پخش شده از تلویزیون با همدیگه دوره میکنیم. درسای تازه نیست این مطالب، فقط چون کلن تمام برنامه ما 90 جلسه بوده، 90 برنامه بوده، ما این اواخرش رو دیگه اختصاص دادیم به دوره
قسمت‌های اول. ما فصل پنجم رو همونطور که شما فرمودین داریم دوره می‌کنیم، می‌خواهیم دوره بکنیم در جلسه آینده در مورد شخص مسیحی و کتاب مقدس. بله، شخص مسیحی و کتاب مقدس موضوع فصل پنجم هست. اگه ممکنه که برای بینندگان عزیز و برای خاتمه مبحثمون امروز شما دعا بفرمایید. با کمال مهر دعا کنیم. پدر عزیز، از تو متشکریم که این امکان و این امتیاز دعا کردن رو به ما بخشیدی. واقعا خداوند، وقتی به حضور تو میایم اونجا کمال خوشی هست. واقعا به دست راست تو لذت هاست خداوند. در درگاه های تو خوشی فراوان، آرامش و آسایش جان و روح خودمون رو پیدا میکنیم. از تو ممنونیم که دعای ما رو میشنوی. از تو ممنونیم که اشتیاق داری ما به حضور تو بیایم، انتظار میکشی خداوند و مایلی که ما به حضور تو بیایم، با تو حرف بزنیم، با تو درد دل بکنیم، از تو بطلبیم، تو رو اطاعت بکنیم، گوش به فرمان تو باشیم، به تو بگیم واقعا تو میخوای که ما چی کار بکنیم. ما فرزندان مطیع تو هستیم و خواهیم بود. تو شکر میکنم برای عزیزانم که این برنامه رو میبینن و دعا میکنم خداوندا یک زندگی تازه دعا و پرستش به تک تکشون عطا بکنی. خداوندا رابطه نزدیک در دعا، رابطه عاشقانه، دوستانه، صمیمانه در دعا برای تک تکشون میطلبم. متشکرم که دعای ما را میشنوی. در نام عیسی مسیح، آمین. آمین. خیلی متشکر از شما برای دعایی که کردین و با سپاس از شما عزیزان که برنامه ما رو دنبال میکنید. ممنونیم از این که برای ما ایمیل میدید، سوالاتتون رو، نظراتتون رو میفرستید. ما منتظر سوالات و نظرات شما هستیم بازم. و تا برنامه دیگه با آرزوی بهترین ها برای شما عزیزان، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. بدرود.